خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ در گزارش های جداگانه دلایل خودداری سرمایه گذاران خارجی از ورود به ایران پس از لغو تحریم ها را بررسی کردند. رویترز نوشته است امیدواری ها در این زمینه در حال تبدیل شدن به یأس است. حسام ایمانی و جزئیات بیشتر. رویترز میگوید امیدواری ها به اینکه ایران بعد از لغو تحریم ها به سرعت به بازارهای جهانی برگردد و سرمایه گذاری ها و فرصت های تازه‌ای برای جوانان ایرانی ایجاد شود در حال تبدیل شدن به یأس است. به گزارش همین خبرگزاری، تیره بودن فضای کسب و کار در ایران و بلا تکلیفی سیاسی در آمریکا از دلایل این ناامیدی است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قول داده است اگر به کاخ سفید راه یابد توافق هسته‌ای با ایران را که زمستان سال پیش به دست آمد پاره کند. رویترز همچنین نوشته است هتل‌های تهران میزبان بازرگان‌هایی است که علاقمند به بازار پرسود و در حال ظهور ایران هستند، اما سرمایه‌گذاران خارجی دریافتند که لغو تحریم‌ها تنها بخشی از داستان است. تندروهای داخل ایران که باز شدن درهای ایران را به ضرر منافع خود می دانند و نگرانی سرمایه گذاران خارجی از اینکه به طور اشتباهی با نهادهای تحت تحریم آمریکا مانند سپاه پاسداران تجارت کنند دیگر موانعی هستند که به گزارش رویترز وضعیت موجود را رقم می زند. گویا این اشکال بیشتر در خود ایران است تا باقی مانده مشکلات به جای مانده از تنش‌های پرونده هسته‌ای. آن چیزی که باعث شده است که دولت آقای روحانی به دنبال برجام نتواند جلب سرمایه گذارهای خارجی آنطوری که انتظار می‌رفت انجام بدهد، تنش‌هایی است که در درون کشور وجود دارد و این فضای کسب و کار را از یک سو و هراس سرمایه گذار را از سوی دیگه بدتر از پیش می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ هم به نگرانی بانک‌های بزرگ غیر آمریکایی اشاره کرده و نوشته است این بانک‌ها پیشتر به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا 15 میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند. بلومبرگ همچنین با اشاره به ادامه حمایت مالی و نظامی ایران از حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست و همینطور تلاش‌های ایران برای پولشویی می‌نویسد ایران اگر می‌خواهد سرمایه‌های خارجی را جذب کند باید در کنار اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی را هم مد نظر قرار دهد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.